هیئتی به نمایندگی از مجموع رسانه امام حسین علیه السلام و مؤسسه خیریه و فرهنگی مصبال حسین علیه السلام از مرکز قرآنی رسول اعظم صلی الله علیه و علی در بصره بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری شیویوز در همین راستا محفلی قرآنی نیز با تلاوت قاری عراقی مرتزا عباز برپا شد و آقای سید الجابری مدیر مرکز قرآنی رسول اعظم صلی الله علیه و آله علی ضمن عرض خیر مقدم به هیئت های نمایندگی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و مؤسسه فرهنگی خیریه مصباح حسین علیه السلام از تلاش و کوشش این دو مجموعه شیعی و همکاری آنان با مؤسسات فرهنگ قرآنی به منظور نشر فرهنگ و تعالیم اهل بیت علیهم السلام تشکر و قدردانی کرد آقای صفا الاسدی مدیر دفتر کربلای مؤسسه خیریه و فرهنگی مصبال حسین علیه السلام در این دیدارها بر تمرکز ویژه بر نقش امداد رسانی و توسعه انسانی در جامعه تاکید کرد و در ادامه آقای مصطفی جواد فعال رسانه‌ای درباره نقش رسانه در نشر فرهنگ قرآنی به سخنرانی پرداخت همچنین در این محفل قرآنی مسابقه ی حفظ قرآن نیز برای دانش آموزان مقطع ابتدایی برپا شد که در این بین محمد شاکر بهترین قاری و حافظ قرآن کریم شناخته شد در ادامه ی این محفل هیئت مذکور با دانش آموزان و اساتیدان ها در مورد نقش هر فرد قرآنی و فعالیت های آنان در جامعه و همکاری با یکدیگر برای داشتن آینده درخشان به گفتگو پرداختند این محفل نورانی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با صوت قاری قرآن و عراقی زیدون بدر الخفاجی به پایان رسید. شاین ذکر است مرکز قرآنی رسول اعظم صلی الله علیه و یکی از مراکز وابسته به مؤسسه المنزوی بوده و زیر نظر اتحادیه قرآنیان شهر بصره به فعالیت‌های قرآنی خود می‌پردازد.